سلام به مجموع برنامه گفتگوی انتخاباتی از یک خوش آمدین موضوع محوری این برنامه مقایسه انتخابات پیشروی ریاست جمهوری با دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی در افغانستان است در این برنامه در نخست ما نگاه داریم به نظام انتخاباتی یکی از کشورهای جهان پس از آن هم یکی از ماده های قانون انتخابات افغانستان را بازخوانی خواهیم کرد و پس از آن یکی از موارد مهم انتخاباتی را با دو نفر از مهمانان خود به بحث خواهیم گرفت در قسمت دیگری از این برنامه بیان دیدگاه های شهروندان و بیان خواسته هایشان به یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این دور افغانستان خواد بود و در اخیر هم نگاهی خواهیم داشت به بیان دیدگاه های شما در صفحه فیسبوک اما در نخست نگاه به نظام انتخاباتی انگلستان که یکی از ترین نظام های انتخاباتی در جهان است. نظام انتخاباتی در انگلستان در قرن 19 هم تا سال 1928 میلادی حق رأی برای عموم مردم جامعه در انگلستان وجود نداشت و از سال 1888 تا 1832 -18 -18 میلادی کمتر از 15 درصد از جمعیت مردان فقط حق رأی داشتند. نخستین قانونی که به تعداد بیشتر حق رأی داد قانون اصلاحات سال 1832 بود که به قانون اصلاحات بزرگ مشهور است. قانون قبلی را که روتن بوردز نام داشت و بر اساس آن 112 نماینده برای پارلمان انتخاب می شدند، ملغا کرد. جنبش کارتیزم نیز برای اصلاحات سیاسی اجتماعی در عواسط قرن 19 هم بین سالهای 1838 تا 1850 میلادی در انگلستان گسترش یافت. حرکت مؤثر دیگری به سمت برابری مردم برای شرکت در انتخابات محسوب می شد. این جنبش شش خواست را مطرح کرد که در بین آنها مطالبات از قبیل حق رأی برای عموم مردان، حق رأی دادن به صورت مخفی و برداشتن پیش شرط ثروت برای شرکت در انتخابات وجود داشت. قانون سال 1867 میلادی مجددا اصلاحاتی را در زمینه قانون انتخابات به وجود آورد که به موجب آن توزیع نمایندگان در نواحی مختلف گسترش یافت و صلاحیت‌های مالی را کاهش داد. به موجب این قانون برای اولین بار تعداد از افراد طبقه کارگر می توانستند رای دهند و در نهایت میزان شرکت مردان را در انتخابات به 32 درصد افزایش داد چند سال بعد یعنی در سال 1872 قانون صندوق های رای شوه رایگیری مخفی را جاگزین انتخابات باز کرد در سال 1883 میلادی قانونی به تصویب رسید که به موجب رشوه دادن برای دهندگان غیرقانونی شد و مبالغی که برخلاف عرف در انتخابات از این شد اقدام مجرمانه محسوب می گردید. پس از آن در سال 1884 و 1885 قانون های نمایندگی مردم در زمینه توزیع مناسب کرسی های پارلمان به تصویب رسید تا با افزایش 56 درصدی مردانی که حق رأی داشتند آخرین گام های اصلاحی قانون انتخابات در قرن 19 هم برداشته شد. اصلاحات قانون نمایندگی مردم در قرن 20. هم. برای اصلاح قانون نمایندگی مردم در قرن 20 هم در سال 1918 اولین گام برداشته شد. در این سال قانون نمایندگی مردم حق رأی دادن را بر همه مردان بالای 21 سال و زنان بالای 30 سال گسترش داد. در اواخر همین سال به زنان بالای 30 سال نیز حق نامزدی برای انتخابات مجلس اعطا شد. در طور قرن 20 اصلاح قانون نمایندگی مردم همچنان ادامه یافت و در سال 1928 میلادی حد اقل سن زنان از سی به 21 سال کاهش یافت و برای اولین بار شرایط زن و مرد برای شرکت در انتخابات برابر شد با این وجود برخی از افراد مانند فارغ التحصیلان دانشگاه ها صاحبان املاک از اختیارات اضافی برخوردار بودند که این اختیارات نیز در سال 1949 ملغا گردید در سال 1969 سن رای دهندگان از 21 سال به 18 سال کاهش یافت تا قبل از سال 1997 فقط سه نوع انتخابات یعنی عمومی، محلی و پارلمان اروپا در انگلستان برگزار شد ولی پس از آنکه حزب کارگر به رهبری تونی بلیر در سال 1997 به قدرت رسید قانون انتخابات اصلاح شد در سال 2000 دولت کارگری انگلیس قانون نمایندگی مردم را مجددا اصلاح کرد و بر اساس آن کمیته مستقل انتخاباتی را تشکیل داد و آن را به تصویب مجلس رساند تا این کمیته مسئولیت برگزاری انتخابات و رفراندوم را در کشور به عهده گیرد و همچنین توسعه هزینه احزاب را محدود سازد و بازخوانی یکی از ماده های قانون انتخابات افغانستان مکلفیت کمیسون ماده هفتم بند چهارم کمیسون مکلف است مواد مورد ضرورت انتخابات را قبل از روز برگزاری انتخابات در مناکز رایدهی آماده و سهولت های ممکنه را جهت اشتراک و استعمال حق رایدهندگان و کاندیدان فراهم نماید. در بخش گفتگوی این برنامه دو مقام پیشین از دو نهاد مهم انتخاباتی در افغانستان در استیدیو با من هستند که این دو نهاد نقش مهم و حیاتی را در برگزاری دو انتخابات گذشته بازی کردند. آقای احمد زیای رفعت عضو پیشین کمیسیون سم شکایات انتخاباتی و همچنان آقای زکریای بارگزای، رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات با من هستند. خیلی زیاد سپاسگزار هستم از اینکه حضور به هم رساندن در استیدیو و تشریف آوردن. آقای بارگزای اجازه بتن که از شما بپرسم چگونه مقایسه میکنین دو انتخابات را که گذشتان انتخابات پارلمانی گذشته و انتخابات ریاست جمهوری گذشته را با انتخابات که در پیش رو داریم تشکر سلام خود خدمت شما میمان بسیار گرامی و تمام بینندگان شما تقدیم میکنم ما باید بگویم که وقتی که پروسه انتخابات بعد از سخود نظام طالبا در افغانستان برانداخته شد از چند مورد باید مورد بررسی قرار بگیره اولی که نهادهای برگزار کننده انتخابات به چه شکل بوده در انتخابات قبلی و در انتخابات آینده به چه شکل خواهد بود مسئله امنیت در انتخابات قبلی به چه نوا بوده به چه شکل بوده و در آینده چطور خواهد شد مسئله اوضاع سیاسی و مشارکت مردم مسئله دیگه است که باید بالایش بحث صورت بگیره و همچنان نهادهای ناظر و رسانه هاست در انتخابات در اولین انتخابات ریاست جمهوری و بعد زود در انتخابات پارلمانی انتخابات توسط نهاد مشترک بین جامعه بین المللی و حکومت افغانستان به پیش برده میشد که به نام دفتر مشترک تنظیم انتخابات بود در او وقت دفتر مشترک تنظیم انتخابات 13 عضو داشت که از او 13 عضو 4 نفر خارجی ها بودند که توسط نم... نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تعیین شده بودند و 9 نفرشون افغان بودند در انتخابات 2004 ما چیزی به نام کمیسیون شکایت انتخاباتی نداشتیم کمیسیون شکایت انتخاباتی بعد از 2004 بر انتخابات 2005 به اساس قانون انتخابات افغانستان به وجود آمد مسئله امنیت مسئله دیگه است که اگر ما انتخابات 2004 2005 و 2009 و بعد انتخابات آینده را مد نظر بگیریم تاثیر بسیار جدی بالای روند انتخابات خواهد داشت ما در دا 2004 شاهد هیچ نوع مشکل امنیتی نبودیم در بعضی موارد بسیار محدود در انتخابات 2005 پارلمانی مشکلات وجود داشت مگر او هم به این سطح نبود ما خودم در اون وقت دفتر مشترک تنظیم انتخابات کار میکردم و ما آزادانه در تمام ولایت افغانستان توسط موتر سفر میکردیم اوضاع سیاسی کشور و مشارکت مردمی تو بود که در انتخابات اول ریاست جمهوری در 2004 ما اشتراک 75 فیصدی مردم در پروسه انتخابات داشتیم که بعد از سالها جنگ در افغانستان انتخابات در افغانستان برگزار شد و در نتیجه از 75 فیصد مردم در انتخابات اشتراک کردند این سطح در 2005 یک سال بعد از او به 55 فیصد رسید و بعدا هم در سال 2009 ما انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را داشتیم این میزان رسید به 35 فیصد و ای یک مسئله است که در انتخابات بعدی هم شرایط امنیتی و همچنان ای که مبارزات انتخاباتی و کاندیدات چتو با مردم مردم تشویق میکنن که در پروسه انتخابات اشتراک کنند و همچنان از نگاه نهادهای ناظر و رسانه ها در انتخابات 2004-2005 ما فقط یک تلویزیون ملی داشتیم در حال که ما شاهد از ایستیم که رسانه های آزاد یک نقش بسیار مهم در پروسی انتخابات خواهد داشت. و از طرف دیگه نهادهای جامعه مدنی و نهادهای ناظر در پروسه انتخابات در 2004 هیچ نوع نهاد جامعه مدنی در افغانستان وجود نداشت که از انتخابات نظارت کنه که در 2005 به بعد نهادهای ناظر در پروسه انتخابات ارزندام کردن و ما فکر می یک رول مهمی در انتخابات بعدی خواهد داشت. بله آقای بارگزی از گفته های شما ما چنین دریافتم که ما نسبت به انتخابات های گذشته در انتخابات پیشرو بعضی از نقاط مثبت هست که او را به دست آوردیم ولی بعضی از نقاط هست که در اونجا ممکن است عیب و نقص را متوجه بلد. باشی انتخابات در کل ارزیابی شما چی هست از این اگر طول و ترازو کنیم این عیب و نقص ها را با در کنار این خوبی هایی که داره مثلا امنیت را شما گفتین که در این انتخابات پیشرو ممکن است با چالش های مواجه باشه از طرف دیگه ای مشارکت سیاسی مشارکت مردم در انتخابات را هم کاهش میده پس این دو مشکل را در مقایسه با خوبی هایی که بعد از مانند مانند نهادهای ناظر و یا هم رشد رسانه ها تعداد رسانه ها چقدر ارزشمند در میکنه شما این دوگونه ما فکر میکنم که مردم افغانستان حال تجربه خوب از انتخابات قبلی در کشور دارند اینا با پروسه آشنایی پیدا کردند و ما فکر می که با وجود از اینکه امنیت یک مشکل اساسی فرارای انتخابات خواهد بود مگر ما به این نظر هستم و به این عقیده هستم که مردم افغانستان فهمیدن که رای آنها با است و در نتیجه رای مردم افغانستان حکومت جدید شکل خواهد گرفت و مشروعیت خود به دست خواهد آورد با وجود از این کمی ها و کاسی های فراوان در پروسه انتخابات در چارچوب حقوقی فرایند انتخابات وجود دارد مثلا قانون انتخابات بسیار با عجله متاسفانه و بدون هماهنگی لازم بین نهادهای برگزار کننده انتخابات و قوه مقننه با وجود آمده که کمی های کاستی های زیاد خود داره از طرف دیگه ثبت نام رای دهندگان ببینیم که متاسفانه در همین مدت 13 سال که ما پروسه انتخابات تجربه می ما دولت افغانستان و جامعه بینگلی در کل نتانستن که یک اساس خوب برای ثبت نام رای دهندگان بگذارن از طرف دیگه ما فکر میکنم که اصل بسیار مهم در پروسه انتخابات خود بیطرفی استقلالیت و مسلکی بودن نهادهای انتخاباتی مطرح است که ما فکر میکنم در این راستا هم کارای صورت گرفته و فکر میکنم که یک اصل بسیار مهم است که مردم به نهادهایی که انتخابات برگزار میکنن اعتماد داشته باشن وقتی که اونا اعتماد می داشته باشن اونا اشتراک میکنن در پروسه انتخابات وقتی که اینا اشتراک میکنن در پروسه انتخابات ما یک نظام مشروع را در آخر کار میذاریم شما اعتماد مردم را نسبت به نهادهای برگزار کننده انتخابات در انتخابات پیشرو چگونه ارزیابی میکنین با توجه به هایی که در گذشته داشتیم و در مقایسه با اونها ما فکر میکنم که چارچوب حقوقی جدیدی که توسط قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی به وجود آورده یک سطح بسیار خوب یک چارچوب بسیار خوب حقوقی را به وجود آورده که های انتخابات با استقلالیت کامل کارهای خود را به پیش ببرن مثلا نمی مسئله کمیته گزینش و که تنها رئیس جمهور باید اعضای کمیسیون‌ها را باید تعیین نکنم مگر در یک پروسه باشه که تمام ارکان سلاسه دولت در او اشتراک داشته باشند مگر این مربوط به است که افرادی که در اونجا گماشه شدن اونا چطور کار خدا با پیش میبره ما در شروع پروسه هستیم و ما ارزومند از اینستم که هم کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون شکایت انتخاباتی با استفاده از درهای باز و شفافیت عام تام در کارایشون در اعتماد مردم را جلب کنند و اعتماد مردم باعث ازی خواهد شد که ما مشارکت خوبتر و مشروعیت بهتر داشته باشیم سلامت باشین آقای رفعت چنانچه شما عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی بودین شکایات زیاد را در انتخابات های گذشته ما شاهد بودیم همون زمان که شما عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی بودین امنیت در این انتخابات چنانچه آقای بارگزای گفتن بدتر خود بود نسبت به انتخابات های گذشته فکر نمی کنین که موضوع بدتر شدن امنیت می تاثیر بگذاره روی شفافیت و سلامت انتخابات به نام خدا بدون شک که اگر امنیت تا روز انتخابات به شکل که بتانه تضمین کنه وضعیت انتخابات حداقل در, در مرکز که گفته شده که اینها میتونه باز باشه خب نتیجه بسیار امیدوار کننده خواهد بود ولی خب اگر امنیت امنیت لازم اتخاذ نشه تبیز که تاثیر منفی بر روی انتخابات میگذاره ولی فراموش نکنیم که نهادهای امنیتی افغانستان تعهد سپردند که قادر هستند بیشتر از 90 درصد مرکزهای رای دهی را امنیتش تامین کنند خب این رقم بیشتر از 90 درصد رقم مطلوب نیست اما رقم بسیار خوبی هست موضوع دیگر این هست که نادای امنیتی سه ماه پیش از برگزاری انتخابات مشخص کردند که در بین 7 تا 9 درصد از مرکزهای رای دهی امکان تامین امنیتش به صورت بلفل نداره در حالی که در انتخابات های گذشته از قبل نادای امنیتی اطمینان کامل را به کمیسیون انتخابات نمیدادند که در کجا امنیت میتونن در تامین کنند و در کجا نکنند نتیجه این میشد که کمیسیون انتخابات غافل میماند و در جاهای مواد رایدهی را ارسال میکرد که بعد معلوم میشد آنجا امنیت تامین نبوده و در همان جاها بود که تقلب بیشتر صورت میگرفت بله. آقای رفت باور شما نسبت به گفته نهادهای امنیتی یا کمیسیون مشترک به خاطر تامین امنیت انتخابات که گفتن بیشتر از یا حدود 93 درصد مراکز رایدهی را ما تامین امنیت خواهیم کرد چی هست؟ واقعا با توجه به وضعیت امنیتی کل کشور در این روزها امکان داره 93 درصد در مراکز تامین امنیت شوند؟ با توجه به این که نهادهای امنیتی افغانستان که نسبت به خارجی ها حالا بخش بیشتر مسئولیت امنیتی را بر عهده دارن از مقبولیت و محبوبیت بیشتر در میان مردم با خصوص در منطقه های دوردست برخوردار هستند و نیروهای خودی یا محلی افغانستان بهتر میتونند که رابطه خود با مردم و محل تامین بکنند یا به تعبیر دیگر اعتماد و اطمینان مردم به نهادهای امنیتی افغانی رقم رو به افزایشی هست خب نفس اطمینان مردم به نهادهای امنیتی و شناختی که نهادهای امنیتی از های تحت کنترل خود دارند این خوشبینی رو ایجاد میکنه که اینها بتوانند امنیت خوب تامین کنند. این درست است که نیروهای خارجی از ساز و برگ نظامی بهتر نسبت به نهادهای دولتی افغانستان برابر هستند ولی فراموش نکنید در تامین امنیت همه حرف تامین امنیت ساز و برگ پیشرفته نظامی نمیزنه بخش عمدهش به این برمیگرده که مردم آیا حاضر به همکاری با نادای امنیتی هستند اما آقای رفت پرسش اینجا مطرح میشه که اگر قرار باشد طالبان مشکل ساز باشند به خاطر انتخابات و نسبت به انتخابات در برابر انتخابات این طالبان هم نیروهای خارجی را نمیپذیرند و هم نیروهای امنیتی ملی ما رو هم دست نشانده امونا میدانند و به همون نگاه به اینا هم نگاه میکنن حالا فکر میکنند تفاوت در اینجا با وجود بیاید؟ مهم این نیست که طالبان چی نگاهی به انتخابات دارند مهم این است که مردم از انتخابات استقبال میکنند این یک و حرف دوم آیا مردم از نهادهای امنیتی خودشان حمایت میکنند یا نه ما می گوییم که در انتخابات آینده با توجه به دلیل های زیاده، مردم استقبال بیشتری کم از کم نسبت به یک دو انتخابات پیشین یک انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات پارلمانی استقبال بیشتر میکنند این یک نکته دیگر کامل آشکار است که مردم از امنیتی خود که داخلی هستند بیشتر حمایت میکنند تا نیروهای خارجی که حساسیت های گای در نسبت به آنها در بعضی از جاها وجود داشته است به این ترتیب مسئله نگاه طالبان به انتخابات چندان نمیتونه اهمیت داشته باشه اهمیت همکاری مردم است سپاسگزارم آقای رفعت و پس از یک وقفه کوتاه این بحث همچنان ادامه خواهد داشت باز هم خوش آمدین آقای بارگزایی آقای رفعت آنچه را که در قبال امنیت انتخابات مطرح کردن چند مورد مهمی بود که یکی هم استقبال مردم از پروسه انتخابات و دیگر هم حمایت کردن از نهادهای امنیتی خود افغانستان هست که از شرایط بسیار مهم به خاطر تامین امنیت انتخابات است چی فکر میکنین شما که آیا در انتخابات پیشرو ما وضعیت بهتره در همین دو مورد خاط داشتیم نسبت به انتخابات های گذشته یعنی مردم بیشتر استقبال خواد کردن از انتخابات و همچنان حمایت مردم بیشتر خواد شد نسبت به نیروهای امنیتی افغانستان مسئله بسیار عمده در انتخابات بعدی خود حضور بسیار پررنگ رنگ رسانه هاست که امروز اگر ما هر رادیو یا تلویزیون افغانستان هم میگیریم در اونجا بحث انتخابات است و اونا به بسا طور بسیار گسترده مسائل انتخاباتی رو بحث میکنه و سروی های آخر نشان میده که در حدود 85 فیصد مردم افغانستان میخواهند در پروسه انتخابات اشتراک کنند این به معنا است که اشتیاق فوق در بین مردم افغانستان به خاطر پروسه انتخابات وجود دارد. مگر مسئله سر عزیز که شرایط برشان مساعد میشه که از حق خود استفاده کنند. و در اینجا ما کاملا امرای استاد موافق هستم که مسئله امکاری مردم بخاطر از اینکه اونا امرای نیروهای امنیتی امکار باشند تا ما بتانیم یک پروسی خوب در دا رو داشته باشیم یک مسئله بسیار امده است در مورد مسئله امنیت ما میخواستم دو چیز دیگرم هم <coughs> کنم یکی امنیت فیزیکی است که مثلا نیروهای امنیتی میخواه اطمینان به تمام مردم که اونا امنیت کاندیدا را میگیرن یا از مراکز رای دیهی را میگیرن بسیار مهمی است که ما امنیت روانی داشته باشیم امنیت روانی با مانه زیست که برای آمای مردم افغانستان و تمام رای دهندهان افغانستان ما این شرایط مساعد بسازیم نیروهای امنیتی شرایط مساعد بسازن کونا بتانن به خیال راحت به طرف صندوق های رای بدن و به این خاطر ما فکر می کنم که یک کمپاین وسیع آگاهی آمه ضرورت است وقتی که نیروهای امنیتی آمادگی می گیرند به خاطر امنیت پروسه انتخابات اونا تمام آمادگی های خود امروی مردم افغانستان شریک بسازند تا که مردم افغانستان اطمینان حاصل کنند که راستی هم نیروهای امنیتی افغان قابلیت زیر دارند که امنیت درست بر انتخابات بگیرند آقای بارگزای امنیت روانی مردم زمان تامین خاط شد خیلی ها با که نه تنها در روزهای برگزاری انتخابات یا مشخصا در روز برگزاری انتخابات امنیت مراکز رایدهی تامین باشه بلکه امنیت کل مناطقی که اونا زندگی میکنن پس از انتخابات و پیش از انتخابات تامین باشه بل. چنین چیزی را شما فکر میکنین که قابل عملی کردن باشه؟ خب ما فکر میکنم که اگر ارزیابی هایی که از مراکز رایدهی صورت گرفته و نیروهای امنیتی اعلان داشتند که اونا 93-94 فیصد مراکز رایدیهی را امنیتش تامین خواد کردند ای یک گام بسیار نیک خواد بود براسای برگزاری انتخابات در افغانستان مگر مسئله امده است که اگر ما بررسی واقعی بینانه از مراکز رایدیهی نداشته باشیم وقتی که شما مرکز رایدیهی را می داشته باشین و در اونجا کمیسیون انتخابات مواد حساس خود از جمله اوراق خرایگی را و فرمای نتایج انتخابات در اون مراکز روان میکنن و در اونجا نه تنها رای دهنده ها نمیتونن که رای بتن بلکه ناظرینی که از طرف کاندیدا می باشند یا مشاهدینی که از طرف جامعه مدنی می باشه یا نهادهای مشاهد می باشند و یا هم مشاهدین بین می باشن اونا نمیتونن در اون مناطق برن ده فرصت زمینه برای تقلب و گسترده مثل که ما شاهد از در انتخابات قبلی بودیم خواهیم بود تشکر آقای برگزای آقای رفعت اجازه بدین از شما رو بپرسیم که امنیت انتخابات هم بستگی به امنیت کلی کشور داره بدون شک حالا امنیت عمومی در کشور چی تفاوت با امنیت کلی در کشور با در انتخابات های گذشته داره؟ آیا بهتر شده وضعیت امنیتی که ما خوشبین باشیم نسبت به انتخابات پیش رو؟ در خوشبین بودن دلیل های بود که عرض کردم که بله به نهاد امنیتی داخلی ما باید اطمینان بیشتری داشته باشه چون مردم با اینا همکاری بیشتر در این که نیست که تویز که مردم با نیروهای خودی میتونن رابطه سمیمانه بهتری برگزار ایجاد کنند تا با نیرویی که به زبانش آشنا نیستن با فرهنگش آشنا نیستند ولی نکته دیگر این هست که مردم تشویشی داشتن نسبت به سال آینده در مورد اینکه آیا نادای امنیتی افغانستان را متحدان غربی افغانستان حمایت خواهند کرد یا کامل خارج خواهند شد خب شما در این شب و روزا شاهد هستین که ایالات متحده آمریکا با سراحت اعلام کرد که در سال آینده تعدادی از سربازان آن کشور و ناتو در افغانستان همچنان باقی میمانند و مردم افغانستان با حالش تنها نمیگذارند این نشان میده که نادای داخلی ما از پیشتی بینی نادای بین ملی همچنان برابر خواهند به اضافه یک نکته مهم دیگر که انتخابات درست در زمان برگزار میشه که در کنار نیروهای داخلی بخش زیادی از نیروهای ناتو در افغانستان و امریکایی حضور دارن به این معنا که اگر حتی بحث گزینه صفر هم می بود گزینه صفر در آخر سال آینده ما محقق می شد در بوجه جدی یعنی سال شروع سال میلادی و نزدیک به پایان سال ما پس چون انتخابات ما در بهار برگزار میشه ما نیروهای خارجی را داریم نیروهای داخلی را داریم نکته دیگر این است که برای حضور بیشتر مردم در انتخابات سه نکته مهم دیگر هم مطرح است که ما را خوشبین میکنه برای حضور گسترده یکی این است که درست در جاهایی که امنیت لازم تامین نبوده خب مردم در انتخابات شرکت نکردن مشکل عمده این بوده در جاهایی که امنیت تامین بوده مردم حضور گسترده نداشته یعنی دغدغه ناامنی نبوده مشکلی بوده که علاقه نبوده برای شرکت در انتخابات اما فکر میکنین که خوبی دلیل بیالاخگی رو شما در چی میبینین؟ آیا در همون مورد اگر شما فکر میکنین بیالاخگی مردم نسبت به انتخابات وجود داشته آل در وضعیت بهتر قرار خواهیم داشت؟ در انتخابات نخست ریاست جمهوری خب یک پدیدی نو بود پدیده های نو بیشتر مورد توجه قرار میگیرند اما وقتی انتخابات تکرار کردیم یک مقدار مردم بیمیل شد به دلیل تقلب مردم فکر کرد که نتیجه از قبل معلوم است و دلیل های دیگری اما حالا مردم بیشتر متوجه شده که از این حق سیاسی یعنی مش... حق مشارکت خود باید استفاده کنه دلیلی هم که با افزایش آگاهی مواجه هستیم اینجا مطرح شد که همین آگاهی که رسانه ها میدن ب... متوجه تلویزیون‌ها تلویزیون ها این برنامه های متنوع انتخاباتی که از حالا معلوم میشه برایش آمادگی گرفتن بعد هم اجرایی کردن از چند پیش این نوع برنامه های انتخاباتی رو ما در همین رسانه ها با این تنوع و کیفیت نداشتیم به اضافه دلایل دیگر نکته پس ما میبینیم که در منطقه‌ای که امنیت تامین است شاید مردم بیشتر شرکت کنند این بعد معقولیت انتخابات میافته نکته دوم این است که جاذب بودن ها هم سبب تحریک میشه برای این مردم این بار ما جمع کمی فشرده تر داریم اما یک جمع کیفی خوب داره نسبت به گذشته یعنی از 11 نامزد از همون آغاز ده نامزد چرای شناخته شده بودن برای مردم افغانستان یک نامزد هم که شناخته شده نبود در کمترین مدت یک چری بود که مردم با خانوادش آشنا بودن اگر با خودش آشنا نبودن مسئله سوم این است که شاید معلوم بیشتر در انتخابات شرکت کنند نامعلوم بودن نتیجه است در دو انتخابات ریاست جمهوری پیشی چون یک رقیب اصلی در آنجا آقای کرزی بود و تجربه های انتخابات های جهانی نشان داده است میشه که رئیس جمهور یا کسی که بر سر قدرت هست شانس پیروزیش بسیار زیاد است بسیار زیاد پس مردم فکر میکردن که چی در انتخابات شرکت کنیم چی نکنین همین آقای رئیس جمهور رئیس جمهور خواهند ماند چون به طبیعی غیر از اینکه حالا ما بحث نداریم که تقلب شده یا نشده نفس در اختیار داشتن قدرت خب مردم هم میکشانه بمی پس مردم خاطر جمع بودن چی بریم چی نریم در پای صندوق های این شخص بریم حالا نتیجه انتخابات نامعلوم است پس اینجاست که مردم اما ج... 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 اف حضور یک نامزد از بستگان خانواده رئیس جمهور در این انتخابات پیش رو چقدر میتونه تاثیر بکنه روی این وضعیت روانی فکر نمیکنین که هنوز مردم فکر میکنن که گویا رئیس جمهور از برادرش حمایت خواد کرد و دوباره برادر رئیس جمهور رئیس جمهور خواد شد یکی شبی بودن است یکی عین بودن است برادر آقای کرزی عین آقای کرزی نیست همان قدرت همان امکانها رو در اختیار داشته باشه یا امان قدر معرفی شده باشه تبلیغ شده باشه اما چیزی شبیه برادرش می باشه خب شباعت چیز متفاوتی است اما مردم همه مطمئن نیستند که برادر رئیس به از این که برادر رئیس جمهور از پیروز بشه خب ما با شما موافق هستم که احتمال به طور مثال پیروز شدن رئیس جمهور همچنان قوی بدانند اما همین به احتمال نسبت به خود رئیس جمهور بیشتر بود تا به برادر رئیس جمهور یک چیز طبیعی است در کشور پیش بیاید، این چیز طبیعی است برادر با برادر یک مقدار حسابش فرق میکنه چرا؟ در انتخابات دیده شود شاید که مردم چون فلانی برادر رئیس جمهور است و نامزد است شانس بکه اما برعکس شان شانسش زیاد کنه بگن این از برادرش خیلی بهتر است پس به این ترتیب آنقدر احتمالی که برای پیروزی خود رئیس جمهور است نسبت به برادر یک رئیس چمور، با آن قوت مطرح نمی باشه پس این میتونیم که با پایین بگذاریم که مردم بیشتر در انتخابات شرکت خواهند کرد حتی یک نکته دیگری هم مطرح است همان کسانی که هواخواه رئیس جمهور بودن در انتخابات پیشتر شاید خیلی شرکت نمیکنن چون میگن این رئیس جمهور است چی ما زمت زحمت بکشین یا نکشین این احتمال هم هست کالا میبینن که این خود رئیس نیست ما هواخواه رئیس هستیم اگر ما نجنبیم زیاد کار نکنیم برادر رئیس پیروز نخواهد شد این تکان میده طرفداران خود رئیس جمهوری که بیشتر بیان به میدان و کارزار بیشتر گرم کنه و بیشتر شرکت کنه سپاسگزارم آقای بارگزی یکی از چیزایی را که آقای رفت بله که به عنوان یک منتقد بی‌طرف میخوایم بگم که اینها اعتمال ها هست که با پای این گذاشته نشه که این یک بحث جانبدارانه باشه چون به حال یک نکته اصلی را اشاره کردن در پیوند به میزان حضور مردم و پیوندش با خود رئیس جمهور سپاسگزارم آقای بارگزه آقای رفت موارد را اشاره کردن که خود نویت رقابت میان کسانی که در این انتخابات نامزد هستند و خود تیم های انتخاباتی جذابیت ایجاد کرده آیا شما ایره فکر میکنین با رقابت هایی که در انتخابات های گذشته داشتیم تفاوت کرده باشه و یک نتیجه مثبت در قبال داشته باشه؟ خب ما فکر میکنم اگر انتخابات آینده را در افغانستان امراه انتخابات اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان مقایسه کنیم در اونجا ما میبینیم که در سال 2004 کسانی که در سیاست افغانستان در دهه گذشته در سه دهه گذشته نقش بارز داشتن اونا خودکاندید کرده بودن و در بسیاری از اوقات دیده می شد که این لین قومی بسیار برجسته بودن که مثلا ما از هر قوم یک کاندید داشته بود اگر شما مو اجده نفره که در انتخابات 2004 خود کاندید کرده بودن اونا رو ببینین شما واضح هم می که گروپ های اساسی قومی در افغانستان در اونجا از خود کاندید داشتن در 2009 ما متوجه یک جریان جدید بودیم که یک نوع قدم به پیشرو گذاشتیم و امی مسائل قومی قدر برجسته نبوده اگر کاندید ما می دیدیم اونا آرای داشتن که از اقوام مختلف آرا را به دست آوردن و در انتخابات آینده هم خوشبختانه ای که در اوایل که پروسه انتخابات به طرف شکل گرفتن می رفت ما متوجه بودیم که اطلاف انتخاباتی به وجود آمرد و بسیاری مردم فکر می کردن که مسئله امکان داشت که افغانستان و انتخابات افغانستان به طرف قومی بودن ببره و اگر نکته مثبت در است که اگر شما تمام تکت های انتخاباتی یازده نفر را ببینین شما یک مخلوط از تمام اقوام و اقشار افغانستان می بینین و بدون شک خود کارکرد های قبلی کاندیدا که اونا در صحنه سیاسی افغانستان فعال بودن یک نقش بسیار اوندر خواد داشت به خاطر از که مردم افغانستان به روز نارای بتن و همچنان بحث بس بسیار مهمی است که برنامه های کاندیدان که در جریان مبارزات انتخاباتی معین خواهد شد بس. که اینا کدام کارکرد ها را داشتند در دا سابقه بایش اشخاصی که در سیاست افغانستان مطرح بودند و همچنان برنامه های بعدی از این به مردم افغانستان چیست و مثل که قبلا هم یادآوری کردیم مسئله عزیز که رسانه ها بسیار پررنگ شده بسیار رونق فوق و چشمگیر در افغانستان داشته ما فکر می کنم که تمام از این فاکتورها باعث از این خواهد شد که ما اشتراک پرنگ مردم داشته باشیم یک, یک موضوع دیگر یک که ما می خواستم یادواری کنم است که همین ارتباط امنیت و مشارکت که شما مطرح ساختین اصلا از سال 2004 به این طرف دموگرافی افغانستان یا همی نفوس افغانستان که در کدام مناطق زندگی می دموگرافی تغییر کرده اگر در 2004 ما فقط 10 الی 15 فیصد مردم افغانستان داشتیم که در دا شهرها زندگی میکرد، کرد این میزان آل با 35 40 فیصد رسیده این 35 40 فیصد مردم افغانستان فعلا در شهر زندگی میکنن دیگه به این خاطر ما فکر میکنم که اگر نیروهای امنیتی با از یک تعدادشان زیاد شد بلند رفتن جمعیت شهرنشین در افغانستان یکی از قریاجات آمدن به شهرخور این شما بنابر کدام اسناد و کدام منبعی میگی بله بله مرکزی تصور نه نه من تصور نمیکنم من ایسای مرکزی اگر شما به وبسایت ایسای مرکزی مراجعه کنین در اونجا بسیار با وضاحت برتون میگه که ده سال 2004 ما 10 الا 15 فیصد مردم افغانستان در شهر زندگی میکرد مگر حال 35 الا 40 فیصد در خودش نشانده, نشانده این دیگه که من مردم بیشتر در مناطق امتر زندگی میکرد امتر زندگی میکرد دیگه حالا مثلا اگه شما شهر کابل امروز با شهر کابل ده سال پیش مقایسه کنین یا مزار شریف یا قندار یا هیرات یا جای دیگر شما خودتان احساس میکنین که ده ده سال تعداد کسایی که در شهر زندگی میکنن فوق زیاد شده از طرف دیگه کسایی که در شهر زندگی میکنن اونا با خدمات اولی شهری دسترسی دارن مثلا اونا در یک محیط شهری زندگی میکنن اونا در یک محیط زندگی میکنن که نخبه های کشور روشن فکرای کشور در از اونا از طریق رسانه ها معلومات را میکنن و از طرف دیگه وقتی که ما 35 40 فیصد مردم تحت پوشش داشته باشیم و در مراکز شهر زندگی کنن اگر ما نیروهای امنیتی بتانند که 25 سی فیصد دیگر از ولسوالی های افغانستان هم تحت پوشش خود قرار بگیره اینه ما میتونیم که در حدود 65 70 فیصد مردم افغانستان تحت پوشش امنیتی قرار بگیرن که اونا بتانند در پروسه انتخابات اشتراک کنند سپاسگزارم و آخرین پرسش از شما آقای رفعت شما عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی بودین حضور چند عضو خارجی در این کمیسیون به گونه جنجال های زیاد را شاهد بودیم که بالاخره کمیسیون به گفته بعضی ها افغانیزه شد کاملا حالا چی فکر میکنین که این تاثیر میتونه مثبت داشته باشه یا تاثیر منفی روی روند شفافیت انتخابات خب کمیسیون شکایات انتخاباتی آینده کارش از یک راز مثبتتر از گذشته خواهد بود اما خب بلاز های شاد هم با مشکل مواجه شد آنچه جای بدبینی ره. بر این هست که مردم افغانستان به دلیل های زیاده و جمله گسترش فساد در این کشور در نهادها و سازمان ها نسبت به نهادهایی که کامل مدیریتش در دست افغان ها هست باور زیاد ندارن یعنی فکر میکنن که حضور خارجی ها میتونن به عنوان چراهای بی طرف منبع اطمینان باشه براشون شاید این دیدگاه از اساس در همه جا صدق نکنه ولی تصور مردم چونینه و این آسیب زده بر وجه کمیسیون شکایت انتخاباتی که پیشتاوری های رو ایجاد میکنه یعنی مردم تصور میکنن چون خارجی در آنجا نیست شاید که کارا خیلی خوب پیش نرود نفس همین پیش و اعتماد کمتری که مردم به افغان ها دارن این از قبل آسیب زده وجه کمیسیون شکایت انتخاباتی ره پس به این ترتیب کار کمیسیون شکایات انتخاباتی حالا سختتر شده مدیران این کمیسیون باید قطعا متوجه باشند که به با گونه عمل کنند که این وجه آسیب دیدی را بتانند ترمیم کنند و جای خوشبینی است که خب تجربه انتخابات های پیشین سر راینا را هست و یک مجموع جوانی هستند تحصیل کرده هستند که بیشتر جای خوشبینی را ایجاد میکنه که اینها بتوانند به وظیفی خود بهتر از کمیسیون های گذشته رسیدگی کنند و نسبت به گذشته موفق تر بتانن عمل بکنن سپاسگزارم از حضور شما آقای زیای رفعت و همچنان آقای بارگزه از این که در برنامه تشریف آوردین و سپاس از شمایی که بس را دنبال کردین و این هم بیان خواسته ها و دیدگاه های شهروندان کشور نسبت به یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن هم بازخانی دیدگاه های شما در شبکه اجتماعی فیسبوک در بخش شهروند و انتخابات شهروندان در برابر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از نیازها و خواسته هایشان سخن میگویند در این برنامه شهروندان کشور با دکتر عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری چه میگویند و از او چه خواهشی دارند محترم دکتر صاحب عبدالله کاندید ریاست جمهوری افغانستان وقتی که موفق شدید زې چې جمرچوي کی مه خو ته لپاره دې مردو م فقيري بیچاره افغانستان دې مردو است چې مه خو اول آرامي وطن دویم فقر اقتصادي راځم این ببري سې کو جوانای مردو چېقدر بیکاره بره د پولیسوخته د کوټه څنګه بینګر کی چې اول روزه بره د چوک چې اول روزه مردو د چې فقر بیچارهگی گرفتاره اهمیت مردو از کور شورای قندور ایراد یکی یک مشکلی سر رای تمام شربنده های افغانستان میدان شهر که یک بلیس است. نیست صدها جوان مردم در روزها قربانی نشوه یعنی ها را فکر شده داشته باشی که موفق شدی جناب دکتر عبدالله اگر شما رئیس جمهور شدید از اقل امیت را تامین کرد فساد را از بین ببرید انتهایی را از افغانستان محوه کنید جناب آقای عبدالله من حیث یک افغان از پیش تو خواهش میکنیم و از تو تقاضا میکنیم اگر تو در انتخابات در انتخابات برنده شدی و پادشاه شدی و از تو خواهش میکنی که زمین دست برای افغانستان مساعد بسازی اگر آقا صاحب دکتر صاحب عبدالله رئیس جمهور شد باید ما را از این نتوانی، از این بیچارگی، از این بدبختی، از این سرگردانی مردم خلاص بسازه از این تقاضای معمی است که همیشه باید ما مردم ملت افغانستان همیشه سرفراز و کامیاب باشیم بتونیم حولادان ما از این آوارگی، بیچارگی، بدبختی، جهالت از این جهالت باید خلا شود جناب دکتر صاحب عبدالله اگر خودتان رئیس جمهور شدید ما میخواهیم به به یک جوان افغانستان در آغاز حکومتتان در قدم نخست باید سیکیوریتی یا امیت ما را جور کنیم و بعدا در قسمت اقتصاد که بعضی از تجارای ما به کشورهای خارج سرمایه گذاری ما میخواهیم که در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند و باعث رشد اقتصاد ما در افغانستان شود خواستی ما است که امروز ما در تمام کشورهای جهان به عنوان یک کشور مصری شناخته شدیم باید که در این شما کمک کنید که تا ما یک کشوری باشیم که در تمام عرصه پیشرفت داشته باشیم امروز ما کشور شدیم که در حقیقت کشورهای دیگر ما را زیر سپا میکنه یک بازیگر شده یک کشور کشوری هستیم که در حقیقت میدان رقابت ها برای کشورهای دیگر هستیم باید در شما پلان داشته باشین استراتژی داشته باشین تایی که در عرصه معارف باید که خدمت و همکاری درست داشته باشین در عرصه تحصیلات عالی تایی که زمینه را مساید بسازین یک دانشجو بتونه که به صورت درست درس خود بسازه از زیاد امنیت امروز ما یک کشور هستیم که در،, در طول روز در حدود دو بار یا سه بار انفجار میشه اگر یک کشور جنگ زده در طول روز دو بار انفجار شود تو چی فکر میکنین اگر جناب دکتر صاحب من حیث یک رئیس جمهور ما میخوان بیان بر قدرت حکومت کنن باید کسی باشن و باید کاری بکنن که حکومت فعلی نکرده اگر احیانا جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله برای کی قدرت تکیه بزنن اولین اولین خواهش ما از است من حیث یک شهروند افغان که نه زمینه کاری را بر افغان های جات کنند و کوشش کنند که اقتصاد اقتصاد افغانستان را در یک مرحله بسازه که اون نیاز داره و همچنان مادن افغانستان باید کشیده و از ما بهره بگیریم اگر جناب دکتر سبی عبدالله در انتخابات 1393 برنده شود تقاضای ما محسین این است که خلاهایی که در جریان ده سالی که در حکومت یعنی کاسی هایی که در جریان ده سال حکومتی آقای کرزی وجود داشت بعد این خلاها را پر بکنند یعنی به این معناسه که فساد به اوج خود در افغانستان رسیده یعنی زیر بناسازی در افغانستان شود نه که تابکه ما باید کمک های خارجی یعنی به آنچه که خارج برای ما کمک میکنه متکی باشیم باید مردم افغانستان یعنی مردم افغانستان باید متکی به خود باشه سر پای خود ایستاده شود و زمینه اشتغال برای مردم یعنی بر کارگرها مسائل سوا ما از جناب دکتر سای عبدالله خواهشمند هستیم اگر در صورت که یا میخواین خواهند کاندید ریاست جمهور یا موفق شدن که برای ریاست جمهوری برسن ما از یاد تقاضا داریم که یا باید در عرصه داخلی در مسائل داخلی باید بیکاری را از بین و برنامه های بسیار مشخص به خاطر از بین بردن بیکاری بسازن به خصوص در عرصه زیربنا یا هر چی کوشش که میکنن باید تقاضای مردم برآورده بسازن اگر شما موفق شدید و خواست مردم هم بر این بود که شما را به عنوان زعیم این کشور تعیین کند و بتوانید خدمتگذار صادق و, را و راستی برای ملت مظلوم افغانستان مخصوصا مظلوم افغانستانی که سالهای متوادی است درگیر جنگ انتحار خشونت و, و و و مسائل گوناگونی که دچار هستند و خاص ما است که امنیت را در سرتاسر سر افغانستان نه تنها در مرکز بلکه در دوردستترین مناطق افغانستان امنیت را ان شاء بتوانید به بار بیارید سپاس از همکارم ما همین موضوع مورد بحث برنامه را در صفحه اجتماعی فیسبوک نیز گذاشتیم که انتخابات پیش رو چه تفاوتهایی را با انتخابات دو دور قبلی در افغانستان خواهد داشت دیدگاه ها و نظریات زیادی از کاربران فیسبوک در صفحه اجتماعی فیسبوک تلویزیون یک دریافت کردیم که در اینجا به بازخوانی این دیدگاه های کاربران فیسبوک میپردازیم جواد از کابل نوشته کرده که افغانستان این بار شاهد یک تحول بزرگ بوده و یک دوره تازه سیاسی را تجربه می کند با عقیده این فی، کاربر فیسبوک این انتخابات از هر جنبه با انتخابات دو دوره قبلی تفاوت های زیادی خواهد داشت به دلیل اینکه میاد زمان یک رئیس جمهور که ده سال حکومت کرده و پایان می رسد و مردم بیشتر امیدوارند یک چهره نو شاید بتواند کار خوبتر و بهتر از حکومت فعلی انجام دهد. ده کاربر دیگر, دیگر این صفحه خال محمد آتیلا از مزار می نویسد که افغانستان با برگزاری این دوره انتخابات برای اولین بار در تاریخ شاهد تحویل مسالمت قدرت می شود. بر نوشته آتیلا بزرگترین تفاوت این خواهد بود که ما انتخابات را با بحران با بحران که وجود دارد و این همه تهدیداتی که در افغانستان وجود دارد برگزار کنیم رقیب شریف کاربر دیگر از کابل نوشته کرده که کشورهای منطقه در تلاش مداخله در روند انتخابات افغانستان هستند طالبان مهره های اصلی برای تخریب روند برگزاری انتخابات و اوضاع سیاسی در افغانستان است حکومت باید امنیت انتخابات را به شکل عمومی تامین بکند و مردم بیشتر به پای صندوق های رای بروند آقای شریف در این دوره می گوید که در این دور انتخابات بیشتر از دور قبلی مردم به پای صندوق های رای خواهند رفت چون اوضاع سیاسی جاری تاثیر مستقیم بر روان مردم گذاشته و مردم افغانستان به اهمیت انتخابات و اهمیت رایدهی پی بردند سارا از کابل نوشته که شعور سیاسی مردم افغانستان در ده سال گذشته به اندازه کافی بلند رفته و آنان به منطق رای دادن و مشارکت سیاسی در بخش های مختلف را خوب فهمیدن حالا این موضوع به سرنوشت سیاسی خیلی ها تأثیر گذار خواهد بود کاربر دیگر از هرات به نام وحید می نگارد که بزرگترین تفاوت شاید این باشد که بزرگترین تقلب در این دور انتخابات به وجود بیاید به علت اینکه بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات دو میلیون برگه رایدهی بیشتر از حد رایدهندگان چاپ شده حالا کمیسیون انتخابات چقدر از صحت این برگه های رایدهی برای عدم استفاده از این برگه ها به نفع نامزد مشخصی به مردم افغانستان اطمینان داده می‌تواند؟ لمر از جلال آباد می به نظر من این انتخابات بهترین و خوبتر از دوره های قبلی برگزار خواهد شد در رسانه ها به عقیده مناطق جنوب افغانستان نامترین جلوه داده شدند در حالی که این گونه نیست بدون شک امنیت به شکل عمومی در سطح افغانستان خوب نیست ولی در مناطق جنوب هم برخی ولسوالی ها و محلات دورافتاده از مرکز نامن هستند این کاربر نوشته میکنه که حرکت های مدنی مثل انتخابات بر روان و از هان آما تاثیر مثبتی بر جا گذاشته است محبوب رحمانی کاربر دیگر این صفحه از فاریاب نوشته کرده که انتخابات پیشرو یک رقابت خوب سیاسی را در پی دارد او می که افغانستان از لحاظ سیاسی در این دور انتخابات به نحوی از آنها بین قدرت های سیاسی محلی تقسیم شده و این انتخابات زمینه‌ساز یک نوع رقابت سیاسی را آماد آورده است خوشبینی در اینجاست که یک زمان رهبران افغانستان نظامی بودند و با کارهای نظامی مصروف بودند و اما امروز نظام دموکراسی شرایط را بر رقابت های سیاسی بر رهبران افغانستان به وجود آورده است و در پایان کاربر دیگر این صفحه نسرین از بدخشان نوشته کرده که انتخابات با در نظر داشت مسائل سیاسی بزرگ مانند انتخابات مانند عدم امضای پیمان امنیتی رقابت رئیس جمهور با آمریکا هم آنچنانی که مردم افغانستان انتظار دارند در انتخابات که مشارکت نخواهند داشت چون حالا هم رئیس جمهور با استفاده از موقف خود بر روند برگزاری انتخابات مداخله خواهد کرد و هم امریکایی ها به عقیده من انتخابات این دور بیشتر از دور قبلی شفافتر نخواهد بود و این بود دیدگاه های شما در شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک شما هم می توانید عضو صفحه ما باشید و با لایک کردن این صفحه دیدگاه ها و نظریاتتان را در موارد مختلف سیاسی و اجتماعی با ما شریک بسازید تا برنامه دیگر خدا نگهدار با همکارم باشید از اینکه تا پایان این مجمع برنامه با ما بودید سپاسگزارم از شما تا دیدار دیگر خدا نگهدار